و پنجم روز است از اسفندار مزماه و پارسیان او را مردگیران خوانند، زیرا که زنان بر به شوهران اقتراحا کردندی و آرزوهای خواستندی از مردان. روز بانوان، روز زن، روز خواهر، روز مادر، روز دوستانی که بانو هستند و روز کسانی که باید از اونها پاس داشت، ما رو پروردند، ما رو زاییدند، ما رو در دامن خودشون بزرگ کردند و دستم به گرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. درود بر شما، روز روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. در روز اسپندار مزگان این برنامه رو میبینید. روز 29 بهمن ماه 3753 آیین زرتشتی، 2724 مادی ایرانی، 2574 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1394 کوچی اسلامی و 1384 یزگردی. امیدوارم شاد و تندرست باشید و در هر کجایی که جهان که هستید روزگار رو به خوشی بگذرانید. آنچه که براتون خوندم از التفهیم بود از ابو ریحان بیرونی. باز من خواهم خوند براتون. برنامه امروز دنباله کار شاهنامه رو نمیگیریم، برنامه شاهنامه رو میذاریم برای برنامه دیگری، چون این روز روز بسیار ارزنده‌ایه. بگونه که اگرچه در باز آثار باقیه ابو ریحان بیرونی آمده است که این روز رو در روز پنجم هر ماه، پنجم اسفند ماه برگزار میکردند، باید به آگاهیتون برسونم که من در یک جایی گفت خواندم که در پنجم هر ماه این کار رو میکردند. به هر حال اسپندار مزگان رو در اینجا در آثار الباقیه بدین گونه میگه: اسفندار مز ماه روز پنجم آن روز اسفندار مز است و برای اتفاق دو نام آن را چنین نامیدند. که این میدونید بر پای جابجایی سال شماری که کردیم، این دیگه اسپندارمز در اسپندارمز ماه نیست، اومده در ماه اسفند. که طرح خود این کوچکتر داره که در سفر امریکا امیدوارم با استاد جعفری، استاد پروفسور فرنگ مهر و مبادانی که اونجا هستن، کارشناسایی که اونجا هستن، یک نشستی داشته باشیم. پیشنهادایی هست که شاید بشه این روزها دوباره برگردن سر جای خودشون بدون اینکه سال شمار به هم بخوره. به هر روی اسپندارمز ماه روز پنجم آن روز اسپندارمز است و برای اتفاق دو نام آن را چنین نامیدن و معنای آن عقل و حلم است و اسفندارمز فرشتی موکل به زمین است و نیز بر زنهای درستکار و عفیف و شوهردوست و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده و در این عید مردان به زنان بخششی می نمودند یا بخشش می نمودند و هنوز این رسم در اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی مردگیران میگویند.
گاهی نوشتن مزبگیران، مزگیران، در آثار الباقیه و التفهیم اومده مردگیران. خب گفته در اصفهان و ری و پهله، شهرهای دیگر پهله یا ایالتها یا ولایتهای دیگر پهله، آذربایجان، همدان، ماهنهاوند، ری و اصفهان، این پنجتا رو پهله، پنجتا اینو بهش میگفتن پهله. در هنگامی که ابو ریحان زندگی میکرده که کمتر از 100 سال پیرامون 70 سال پس از فردوسیه، در این جاها اینو برگزار میکردن. خب ببینیم پیشینه این روز زن در ایران چیه و چگونه نقشی داره زن در ایران فرهنگی. ما همواره گفتیم که هنگامی که از ایران سخن میگیم، ایران پشتی ایرانو میگیم که بهش فلات ایرانم میگن، اون ایران بزرگ فرهنگی رو میگیم. اون در کتاب سالیه که من این نقشه که از ایران اومده چاپ شده که این به یه رنگ ویژه‌ایه، افغانستان، تاجیکستان، بخشی از ازبکستان، ترکمنستان، حتی ولی بیشتر ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، سوریه، خود ایران، عراق و بخشی از پاکستان، خب خود افغانستان هم که هست. یعنی هر جایی که یه کرد باشه اونجا ایرانه، سرزمین های فرهنگی ایرانه. یعنی هنگامی که ما اون نقشه رو گذاشتیم در اونجا، منظور اینه که اونها ایران فرهنگیه، یه نقشه بزرگه. خب این ایران فرهنگی یک ارزش ویژه‌ای برای زن داشته. ما اگر بیایم نگاه کنیم به خود واژه زن، نام زن و زندگی که در کردی بهش میگن ژن، ببینید خود زندگی از زن اومده که من بارها گفتم این دگی پسفندیه که مانند بالندگی، پایندگی پیوسته میشه و نشون میده این ارزش زندگی و زن رو. در حالی که ما مرد رو که نگاه میکنیم، مرد از مرتا میاد که این به شمع مرگ، مردنه. ماه مرداد هم ما نداریم، میشه ماه مرداد، امرداد منفیش میکنه، یا امرتات یا امرداد، این ماه بیمرگیه، جاودانگیه. این مرتا یا مرد با این زن زندگی آمیخته میشه و این فرایند بالندگی و پایندگی انسان و جهان رو، انسان در جهان رو فراهم میکنه. این ریشه در گذشته های فرهنگی است. ببینید ایران تنها جاییه، تا اونجایی که من آگاهی دارم، اگر دوست دیگری آگاهی دیگری دارن در زبان هایی که من میشناسم یا بررسی کردم، تنها جاییه که به زن یا به شوهر میگن همسر، یعنی همسرن. ببینید میگیم دوتا آدم همالن، همسرن. این همسر بودن چه زن باشه چه مرد، در جای دیگه اینجوری نیست. ببینیم که برای نمونه به انسان میگن، به مرد میگن، به انسان میگن آدم و به مرد میگن آدم، ولی زن میشه برای نمونه لیدی یا به سوئدی کوینا یا واژه های دیگه. پس این فرهنگ یک پیشینه داره در این زمینه. ما اگر بیایم در پیشینه کهنش رو نگاه کنیم، ببینید در پیشینه های هند و ایران ما بسیار همانندی داریم. یعنی برای نمونه بیایم با مهاراتا رو نگاه کنیم، یا بیایم به ریکا رو، رید ودا ها رو نگاه، یعنی ریکا رو نگاه کنیم یا ودا ها رو نگاه کنیم، ببخشید، یه دونه از اینا ریک وداست، یکیش یاجور وداست، یکیش ساما وداست و یکی هم آتا روا وداست. یعنی ما چهار ودا داریم که مهمترینشون همون ریک وداست، یعنی هنگامی که سخن میاد از ریک ودا. من یک نگاهی میکنم به ریکودای بخشیشو ببینید چی میگه درباره این کتاب که درباره نیایش های گوناگون اومده. میگه یکی از دو خدای آسمان به نام دیاوس پیتار، پیتار همون پدره، به معنی خدای پدر یا پدر آسمان است، که میدونیم پدر آسمانی هم در آیین های دیگه اومده، شاید از اینجا برداشتن شاید نه، اونا هم گفتن آسمان پدر من است، جد من است، در آنجا ریشه و آغاز من است. این آن چیه که در ریگ ودا اومده در یه بخشش. و با این حال ایده پدر بودن دیاوس پیتار میشه گفت که همان ایده وجود پدری جسمانیه. یعنی انسان همواره در فرهنگ ایرانی در بخش شاهنامه گفتن پاش رو زمینه، فرهنگ هندو ایرانی یکیه، نزدیک این
وداهان که میبینین بین 1000 تا 1700 سال پیش از آمدن مسیح، میشه گفت برابر با گاته ها، سرود های گاته هاست، که خب درباره گاته ها سخن زیاده چون ما داریم از 12000 سال پیش تا 1700 سال پیش درباره اشو زرتشت. آنچه که ما میگیم 3753 برآورد زبیه بهروز بر پایه ستاره شناسی و چیزی دیگه. به هر روی میگه وای هم هنگامی که از پدر آسمان نام میبره، این با خدای مؤنثی که پریتی هیوی ماتار هست، اینها همراه هم. یعنی اینکه در میان هندی ها که نگاه بکنیم، این خدایی که مردانه است با خدای زنانه همراه هم. یا در آیین زرتشتی ما میبینیم که 6 فروزه اهورامزدا داره که بهش میگن امشاسپندان. اینها رو دیدگاه هایی هست که میگه 3 تاش مردان است و 3 تاش زنان است، که میدونید خب اینا رو دیگه امروز همه میدونن، یه زمانی کسی نمیدونست که بهمن، اسفند، برای نمونه خورتات یا خوروتات، شهریور، امرتات، اینها و هومن و اردیبهشت. اینها 3 تاشون مردانه و 3 تا زنان است. دکتر جعفری که زبانهای زنده دنیا که هیچی زبانهای گذشته هم میدونه و آشنایی ویژه‌ای داره، باورش اینه که نه، 3 تایی از اینها زنانه و 3 تا مردانه است. یعنی اگر که ما این فروزه های اهورایی 6 بدونیم که بدین گونه که گفتم، 3 تاش زنانه است، 3 تاش خونساست. خب یعنی این که ویژگی های اهورایی میشه زنانه. خب من این ریشه ها رو باز میبینم، نگاه میکنیم که چگونه هست. در گاز ها داریم، برای نمونه اگه نگاه کنیم در اوستا، من میام هات 53 رو نگاه میکنم، بند 3 یا کرده 3 رو. ای پروچیستا به دخترش میگه، ای جوانترین دختر زرتشت، مزدا آن کس را که به منش نیک و اشه سخت باور است، به انبازی به تو میبخشد. پس با خرد خیش همپرسگی کن. ببینید، یعنی برای همسرجویی شما میتونی همپرسه بشی، همپرسگی کن و با یاری سپندار مز نیک آگاهی ببرزه. و باز اینجا اومده که دوشیزی شویگزین چگونه است، یعنی گزینش میکنه همسر. سخنان میگویم دوشیزگان شویگزین را و شما را، یعنی هر دو تن دو، اندرز میدهم با اندیشه و به درستی بیاد بسپارید و با دین خیش، باور خود و با اون درون روشن خیش دریابید و به کار ببندید. بر هر یک از شماست که در پرتو منش نیک، که همون حومته، و در راه اشه و با اشویی از دیگران پیشی گیری، بیگمان این برای وی پاداش نیکی است. این درباره گزینش زن و مرد رو میبینیم، یکی حتی برای شوهر گزینی. من یه نمونه دیگه از این شوهر گزینی ها رو براتون که بیارم، شما در داستان زال و رودابه اگر نگاه کنید، در داستان زال و رودابه، هنگامی که رودابه به دیدار رستم میره، ازال میره و میخواد اونو باشه، میگه بیا به دیدنم. یعنی این میفرسته پرستنده هانشون، در برنامه چیز بهتون گفتم که این پرستاراشو میفرسته به دیدار زال، میگه از زال بسیار من شنیدم، برید ببینید که این گونه هست یا نیست. اینها میرن به دیدار زال و میان میگن چگونه است، برخورد میکنم با زال. زال میگه اینا کیان و اینا میگن که این پرستندگان فرانکس هستن و این تیر و کمانشو برمیداره، یه پرنده رو میزنه، میندازه به اون برای آب و بعد میره برو اونو بیاره. اون کسی که میره در کنار چیز هست، زال هست، میره اونو بیاره، با پرستارا به گفتگو میشینه و میگه این کیه سرورد؟ میگه این زاله، پادشاه زابله. یه خودشو میدونید که این زابلستان رو هنگامی که پدرش سام نریمان داشت میرفت، این رو تاج پادشاهی بر سرش گذاشت و این جوانگرایی فرهنگ ایران رو نشون میده و گفتش که تو پادشاه هستی و برپا بمونی و بدین گونه. خب اینم رفت به رودابه گفت و پس از نامه‌نگاری فراوان
بهش گفتش که به زال گفت بیا به دیدنم. زال میره به دیدنش و در پای اون کاخ میسته. اونجا ببینید این دو دلداده چی میکنن. اون زلفشو میندازه پایین و میگه سر زلفمو بگیر بیار بالا. اون میگه نه این خوش نیست. و این میگه که از آن پرورانیدم این تار را که تا دستگیری کند یار را. یعنی زن توان گزینش داره. اینو خونده به خونش. دست دوم نیست. چه در اونجایی که در باورها هست، چه در اینجایی که در افسانه ها و کردارها هست. افسانه ها رو گرچه به چم دروغ و خیال بافی دانستن، من باورم بر اینه که اینا داستان هاییه که یه خورده بزرگ نمایی شده و این اسطوره باید اینجوری باشه. زور کسی بسیار زیاده، در همه جهان هم اینجوریه. یه ویژگی هایی میده و بسیاری از ویژگی ها که در شاهنامه هست برای این اومده که اینها نمیتوانستن هر سخنی رو بگن. خب بر این پایه اومدن و بدین گونه میگن. خب پس اون درباره رودابه گفتیم که این میاد و میگوید که بیا و به دیدنش میاد و بعد بوس و کنار میگیرن رو با هم و رودابه دستشو میگیره با خودش میبره. این یه نمونه. باز از نمونه های دیگر گزینش در فرهنگ ایرانی ما میبینیم که تهمینه به دیدن رستم که میره میگه من اومدم درباره تو بسیار شنیدم، اینه که باهات گفتگو کردم، خوشم اومده که تو همچین هستی که نهنگان براویز دریای نیل، که یعنی سوسمار از دریای نیل برمیداری یا از رودخانه نیل برمیداری و من میخوام از تو یک بچه داشته باشم. که انگامی که من این کتابو برمیگردوندم به سوئدی، داستان سهراب و گردآفرید، دوستی که به من یاری داد در اینکه سوئدی خوبی بشه به من گفت، زنگ زد و گفت فلانی این میگه که من یه بچه با تو میخوام یا از تو میخوام. گفتم نه خیر، میگه از تو میخوام. پس ببینید این گزینش ها چجوریه. چرا این گزینش ها به زن داده میشه؟ چون در فرهنگ ایرانی زن ارزش داره. من یک بخش از ابانیش رو براتون میخونم. این درباره اردابیسور آناهیتا میگه که در همه جا گسترده درمان بخش است دیو ستیز و اهورایکیش، به خواست من به ستار. اوز که در جهان استومن برازنده ستایش و سزاوار ستایش است. اوز اشویی که جان افزاید و گله و رمه و دارایی و کشور را افزونی بخشد. اشویی که فزاینده گیتی است. اوز که تخمی همه مردان را پاک کند. یعنی پاک کننده مردم زنه. شما بیاید نگاه کنید درباره این زن در آیین‌های دیگه میگن در یک بخشی از ما زن ناپاکه. ببینید توفیر دیدگاه چقدره. اوست که تخمی همه مردان را پاک کند و زهدان همه زنان را برای زایش بپالاید. اوست که زایمان همه زنان را آسانی بخشد و زنان باردار را به هنگامی که بایسته است شیر آورد. یعنی شیر در پستان آورد. اینم پستانه، سینه نیست. سینه یعنی همین قفسی سینه. مرد هم سینه داره، این پستانه. من نگیدیم یه پستان گاو، نمیگه سینه گاو کی. و بعد بیاد بدان هنگام که اردویسور آناهیتا آن دارندی هزار دریاچو به همین گونه میاد تا میاد. باز میاد پایین تر. ببینید زیبایی اردویسور آناهیتا رو چگونه میگه. اردویسور آناهیتا از سوی آفریدگار مزدا برمیخیزد. بازوان زیبا و سپیدش که بی زیورهای باشکوه دیدنی آراسته است. ببینید اینو میگه. باز همینطور که میایم آن نازنین بسیار نیرومند روان میشود و در نهان خیش و میاد در جاهایی میبینیم که از پستانهای اون گفتگو میکنه. اردویسور آناهیتا هماره به پیکر دوشیزی جوان زیبا برومند برزمند، برزمند این شانه دار چارشونه، کمر بر میان بسته، راست بالا، آزاده، نژاده و بزرگوار که جامه زرین گرانبهای پرچینی در بر دارد پدیدار می شود. به راستی اردویسار آناهیتای بزرگوار همان گونه که شیوه اوست برسم بر دست گرفته، گوشواره های زرین چهار گوشه از گوش ها آویخته و گردنبند بر گردن نازنین خش بر خیش بسته نمایان می شود.
او کمر بر میان بسته است تا پستانهایش زیباتر بنماید و دلنشین تر شود. ببینید این یک سرود یشت هاست، این یک سرودی در یشت ها در اوستا اومده که میدونید که یشت ها یه بخششون میتونه پیش از اشورزرتشت هم باشه. ببینید دید این یشت، این اوان یشت به ادویسور آناهیتار چیه؟ زیبایی. ببینید نکتشو، او کمر برمیان بسته است تا پستانهایش زیباتر بنماید و دلنشینتر شود. اینها همه چیزهایی که باز مونده از فرهنگ ما و برای ما راز میگشاید. شما باز در کتاب از زبان داریوشا، یا چونین گفت داریوشا که اینجا گفتن از زبان داریوش، من اینجا دارم توی کتابخونم، شاید ببینید که گل نوشته های دستی که پیدا کردن در زمان هخامنشیان، چون اسکندر گجستک هنگامی که آمد و اینجا رو این پارسه رو آتش زد، چون اینو گفتن که ارسطو بهش گفت اینو آتش بزن که بزرگواری و بزرگی و بزرگمنشی ایرانی ها به این بره نمونه، همون کاری که خلخالی کرد. خلخالی بهش گفتن آرامگاه رضا شاه رو چرا ویران کردی؟ در خاطراتش گویا باش هست، گفته که من اینو ویران کردن که قبلگاه جوانان آینده ایران نشود. و هر دو درست گفتن، با این رو شد، هم اونجا شد همین. به هر روی انگامی که اون آتیش زد، یک دست نوشته های گل نوشته های، من بهشون میگم گل نوشته، داشتن یا کف نوشته، من میگم این کف نوشته ها رو تو کف میذاشتن به اندازه کف دست بده. برای نمونه فلان کسک میومده یه پولی میگرفته، فلان کس میومده یه پولی میداده، اینجا مینوشتن، میداده کناری، یکی مینوشته، یکی دیگه هم مینوشته، یکی توی سه تا زنبیل میذاشتن، یکی در اونجا بایگانی میشده، یکی میرفته در مرکز همون استانی که این میزیسته، و یکی هم در جای سراسری. خب اینها رو نگاه کنید، در اینهایی که سوختن، در میان اینهایی که سوختن پیداش، اینا آجر شدن، اینا آجر شدن دیگه از میان نرفتن. در میان اینها خان پروفسور ماریکوخ از آلمان، اینها در دانشگاه شیکاگو بود، خواندن و در اونجا دیدن که زنان سرپرستی داشتن. تنها این نیست که برای نمونه ما فرمانده نیروی دریایی داشتیم در زمان هخامنشیان، یا در زنان در زمان ساسانیان در تاریخمون هست که پادشاهان داشتیم، همای داشتیم، آزرمیدخت داشتیم و اینها، یا گردویه داشتیم، یا زنان دلاوری داشتیم، یا بویژه فرانک رو داریم که ایران رو رهانید. یعنی فرانک بود که فرزند رو کنار برد، ایزوله کرد، از اون فضای آلوده، از اون هوای آلوده، از اون آیین آلوده بیرون برد و از همون بچگی برد در یک مرزار، پرورشش داد با گاو پرمایه یا برمایه، و سپس از اونجا همواره این زنی که هوشیار بود که آگاه شد، خواستن اینها بیان روزداران یا زورداران یا نوچه های زحاک بیان اینو بگیرن، اینو ورداشت و برد بر روی به یک دانای دیگه سپرد، تا اینکه هنگامی شد و از هنگامش اون هنگامی بود که کاوه آهنگر خروشید و به سوی فریدون رست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند زحاک بیرون کند، و یا سر کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند زحاک بیرون کند. بیاد و با ما بریم و اینجوری شد. پس ببینید نقش زن چجوریه. فرانک رو نگاه کنید، در شاهنامه نگاه میکنیم، تهمینه رو نگاه میکنیم، رودابه رو نگاه میکنیم، مادر فرود رو نگاه میکنیم، میایم گردوگر رو نگاه میکنیم، آذرگوشسب رو نگاه میکنیم، بانوگوشسب رو نگاه میکنیم، ببخشید، و همینطور بیاد تا پاچان. این زن در فرهنگ جای خوشش داره. در اروپا هم اومدن یه والنتاین دارن که در صدی سوم میلادی یا صدی سیوم میلادی اگه بخوایم پارسی بگیم، خب نمیذاشتن سربازا زن بگیرن، باید تنها میدونن، و میدونید که در میان رومی ها و یونانی ها و مغول ها، اینها پسر با خودشون میوردن که با اونا آمیزش میکردن. به هر روی شاید هم انگیزشون بودشون، نمیذاشتن زن بگیرن، خب ناچار بودن یا هر چی بوده نمیدونم، من نمیخوام به این بپردازم. به هر روی این هست، در تاریخ هست. به هر روی این نمیذاشت زن بگیرن، و میدونیم که خب یه کشیشو بوده این کارو میکردن، ولی تانو بعد میکشنش و این یادگار میمونه.
پس ببین، اون دیدگاه یه گونه است. دیدگاهی که ما به زن داریم در نامگذاری روزها، روز پارسایی، پاکدامنی، درستی، برتری بودن، برتر بودن زمین و زن مانند مادره که خود زن پاسدار زمین هست، این پاس داشته میشه یا یک روز در سال و یا یک روز در هر ماه. خب اینک من پیشنهاد کردم در یه برنامه رادیویی و بسیار پیشباز شد. من پیشنهاد میکنم ببینید، ما مردمی شادخوار هستیم و شادی را ارزش میگذاریم. بیایم از والنتاین تا اسپندار مزگان، چه 29 باشه چه جابجا بشه بره 5 اسفند که اسپند روز بشه از اسپند ما، این دوره رو جشن بگیریم. به مادرانمون، به خواهرانمون، به همسرانمون، به دخترانمون و به دوستان بانویی که در کنار داریم، چه آموزگارمون باشن، چه شاگردمون باشن، چه دوستمون باشن، ارزش بگذاریم و به ویژه همسرانمون رو پاس بداریم که این همه کوشش کردن. مادرانمون اگر زنده هستن بسیار پاس بداریم، به دستبوسشون بریم بمونه. این رو چیزهایی بود که من امروز می‌خواستم درباره این جشن ارزنده بگم. امیدوارم شادی یار همتون باشه و بدونید که این جشن پیشینه کهن در ایران داره و ایران ارجگزار زنه، چون اگر زنی دانا نباشه نمیتواند فرزندی دانا بپرورد. چگونه میتواند که اندیشه و عقل و خرد زن به اندازه نیمی از مرد کار بکنه، پس از اون این زن بیاد و یک مرد دانا بپروره. شما نگاه کنید در داستان انشتین خوندم اگه اشتباه کنم، یا ادیسون بود، یکی از این دوتا بود خوندم که یادم نمیاد، پوزش میخوام. یک روز بچه از دبستان میاد، نامه آموزگار بهش داده، آموزگار اینو به اون میده که برو بده مادرت. مادر میخونه و فرزند میگه که چه هست در این نامه. میگه گفته که فرزند تو بسیار داناست و بسیار اندیشمنده، این دبستان جای خوبی برای اون نیست، خودت آموزشش بده. ببینید نکته رو. خب این میاد میشه، یادم نیست، ادیسون یا اینشتین، حالا میگیم ادیسون، میاد میشه ادیسون. هنگامی که مادرش میگذره، میمیره، در میگذره، پس از سالها میره و خونه رو نگاه میکنه، در شکاف دیوار یه نامه پیدا میکنه، نگاه میکنه، میره همون نامه ای که از دبستان آورده، میخونه، میبینه که آموزگار نوشته این فرزند شما کودن و نادان است و خودتون در خانه این آموزش بدید، جاش اینجا نیست. این با گریه به خود میاد که این مادر چه نقشی داشته و از یک بچی کودن یکی از بزرگان جهان رو آموزش داده. یا اینکه ناپلئون بناپارت میگه که هر زنی که گهواره‌ای رو داره میجنبونه گویی که جهان رو داره میجنبونه. این استش که زن ارزش بالایی داره، آموزش دهنده ماست، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، تا هستم و هست دارمش دوست. بروی همه رو دوست داریم و زن در همه جهان از هر رنگ، از هر بو، از هر نژاد و با هر دین و آینی ارزنده است. این روز رو به همه شما از سوی همه کسانی که جنسیت نریمه دارن به شما شاد باش میگم. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روزگار رو به خوشی بگذرانید. بدرود تا درودی دیگر.